خب بچه ها توی قسمت قبلی دیگه آخرین نوع متغیر ولی تایپ رو صحبت کردیم از این قسمت به بعد دیگه میخوایم بیایم سر وقت متغیرهای از نوع ریفرنس تایپ اولین نوع متغیری هم که صحبت میکنیم داینامیک سایز اره یا آرایه های با طول متغیر هستن خیلی شبیه آرایه های با طول ثابت هستن به خاطر همین من اینجا اول میبیسمش و بعد راجبش مثال میزنیم و توضیح میدیم داینامیک سایز یعنی آرایه های با طول متغیر ببینید بچه ها، اگر زمانی از آرایه با طول متغیر خواستیم استفاده کنیم یعنی هر چقدر بخوایم میتونیم مقدار اون آرایه رو یعنی عناصر یا ممبرهای اون آرایه رو کم یا زیاد بکنیم یعنی هر چقدر دوست داشته باشیم البته که خب در عمل به خاطر مقدار مصرف گس محدودیت داریم ولی فعلا ذهنتون رو درگیر اون محدودیت نکنید صرفا در این حد بدونید که هر چقدر بخوایم میتونیم بهش عضو اضافه کنیم یا ازش کم بکنیم حالا تا صفر البته طبیعیه که مقدار من، منها یا منفی نخواهد گرفت نحوه تعریفش هم مشابه همون حالتی هستش که سابق توی فیکس سایز اری ها دیدیم با این فرق که وقتی اینجا دیگه براکت رو باز و بسته میکنیم چیزی داخلش قرار نمیدیم. و حالا مثلا پابلیک یا حالا همون سطح دسترسی که بعدا صحبت میکنیم رو میذاریم و مای داینامیک اری به فرض مثال و حالا هم میتونیم اینجوری سمی بذاریم و تهش بسته میشه و خب مقدار اولیه نگرفته توش هم میتونیم بیایم چکار کنیم بیایم یه مساوی بذاریم و ولیو بهش بدیم یعنی به این صورت آکولاد رو از میخوام براکت رو باز و بسته میکنیم و حالا مقادیر اولیه که مد نظرمون هست رو بهش میدیم هر چقدر دوست داشته باشی اینجا میتونی بهش مقدار بدی فرزن ببین من نه تا مقدار اینجا ریختم توش فرزن برای نمونه پس مسئله ای نداره دقت کنید فقط از همون داستان بیگ سایز که داشتیم اینجا هم استفاده میشه یعنی آرایمون طول حالا به اندازه اینو داره ولی اندیس های همون ایندکس ها از صفر شروع میشه یعنی میشه ایندکس یک از میخوام ایندکس صفر ایندکس یک ایندکس دو سه الا آخر و همه اون ویژگی هایی که توی فیکس سایز اری هم داشتیم داره یعنی طولش رو میتونیم ببینیم چقدر هستش از دیلیت میتونیم استفاده بکنیم حالا یه سری چیزایی داره که الان با هم مطرح میکنیم خب بریم حالا من همین آرایی که اینجا یه کپی بکنم اول به این صورت و مقدار پیش رو همین بذارم بمونه و به این صورت حالا میخوام با نوشتن توابع به این مقداردهی بکنم در خصوص توابع فعلا صحبتی نکردیم بعدا مفصل بررسی خواهیم کرد میگم اد ممبر و به این صورت میگم یه آرایه دارم این ببینید بچه وقتی به یک آرایه بخوایم مقداردهی بکنیم توی فیکس تا ما اومدیم و یه براکت بازو بسته کردیم و جلوش یه مقدار رو دادیم بهش خب حالا اما عموما اینجا چی کار میکنیم اینجا از یک متدی که تحت عنوان پوش هستش میایم استفاده میکنیم میگیسم پوش پوش یعنی چی یعنی برو به آخرین عنصر اون آرایه یک عددی که بهت میگم رو اضافه کن پس پوش میاد یه آرایه رو میگیره یعنی میگم آقا روی این آرایه عملیات پوش یعنی اضافه کردن یک عنصر جدید رو انجام بده میگه اوکی چی رو اضافه کنم میگم اون مقداری که داخل این نوشتم مثلا مقدار 5 این میاد آخرین عنصر داینامیک اری رو که اینجا مشخص کردن این متغیرم که اسمش داینامیک اری هست رو میگیره ببینه کجاست آخرین جاش یه دونه عدد 5 میندازه تهش پس یعنی یک عنصر جدید به انتهای اون اضافه میکنه این روش اول ها برای نوشتن پوش پوش و یک یعنی روش اول راهکار اول و راهکار دوم اینه که برم تو فانکشن بعدی بنویسمش که مجزا از هم باشن بذارید اصلا اینو کنم برای داپلیکیت کردنم اگه بخواید با کیبورد انجام بدین بچا سلکت میکنید اون پارت مورد نظر اون بخش رو و شیفت و آلت و علامت حالا بالا یا پایین رو بگیرید براتون میسازه همون کاری که الان کردیم حد منبر دو مثلا من میذارم و اینجا به این صورت عمل میکنم میگم آقا این و مثلا مساوی ده این میشه راه دوم پس به هر دو روش میتونید کار رو انجام بدید یا توی پرانتز مقدار رو بنویسید یا پرانتز رو همینطوری ببندید یه مساوی بذارید و یه عدد رو حالا یا یه منبر مد نظرتون رو اینجا قرار بدید اگر طولش رو بخوام پیدا بکنم طول اون, طول اون آرایه رو خیلی راحت میگم که فانکشن شو لنز و public view returns به این صورت میام قرارش میدم فقط این هم. درست بنویسیم و میگم که شما لطف کن داینامیک array آره بگیر ویژگی دات لنزش رو به من بده اینم اصلاح کنیم خوب و اینو بذارید من ببندم در نهایت دوباره مثل همون fix size array بخوام یه عنصرش رو ریسیت کنم یا پاک بکنم مقدارش رو بچه ها خیلی راحت بذاریم یه کپی بگیرم ازش این صورت و میگم که دیلیت ممبر اوکی دیلیت میکنه ممبر رو با استفاده از واژه دیلیت خب اینا رو حذف میکنم میگه که کدوم عنصر رو حذف کنم مثلا میگم عنصر اندیس سفرم رو حذف بکن میگه اوکی حالا نکته مهم اینه که بچه ها شاید اسمن دیلیت به نظرتون بیا که حذف کردن اما واقعا دیلیت حذف کردن نیست توی سالیدیتی توی سالیدیتی ما راهکار شسته رفته مستقیمی برای اینکه بیاد و مثلا یک خونه خاصی از آرایه رو حذف بکنه نداریم فقط میتونیم به این صورت دیلیت بکنیم یعنی ریست بکنیم مقدار رو اگر بخوایم بیایم عملیات ریموو کردن یک ممبر از یک آرایه ای رو انجام بدیم باید بیایم یک الگوریتم دیگه رو پیاده سازی بکنیم که در حال حاضر باهاش کاری نداریم اما با استفاده از حلقه ها که حالا بعد ها راجع صحبت می کنیم میتونیم همچین کاری رو پیاده سازی بکنیم و یه نکته دیگه هم بهتون بگم بچه ها. ما دو تا متد داشتیم تحت عنوان پوش که به دو مدل میتونستیم استفاده کنیم یک کار دیگه یه میشه کرد در نهایت اینه که ما میتونیم از آخرین خونه آرایه یه دونه رو حذف بکنیم و باعث بشه طولش تر بشه این کار رو اصطلاح بهش میگم پاپ کردن تو سایر زبان های برنامه نویسی هم هستش بذارید من دوباره اینو یه دافت کیت بکنم و به این صورت میگم که به جای اد ممبر پاپ ممبر خب حالا دستورش فقط اینه که به جای پوش شما میایید و پاپ رو میذارید تمام این باعث میشه که بیاد آخرین عنصر آرایه آخرین ممبر آرایه رو ریموف کنه حالا دیگه دیلیت نمیکنه که ریست بشه بچا ریموو میکنه یعنی میره نگاه میکنه آخرین عنصر آرای چی هست اون رو برای ما کلن از بین میبره و طول آرایمون با این حساب یه دونه کوچیکتر میشه حالا برای اینکه اینا رو هم ببینیم بریم یه دیپلوی بکنیم دیپلوی باز شو شما خب به ترتیب الان ببینیم اولا که داینامیک اره هیچ مقداری نداره من صفر رو بزنم هیچ پیامی به من اینجا نمیده چیزی خروجی نمیده و ارور به من اینجا میده اگر دقت بکنید توی کنسول به من یه اروری میده که الان کاری باهاش ندارم ولی ببینید انجام نمیده اصطلاحا ریورت میکنه یا عقب گرد میکنه اینو ببند خب شولنس هم میزنم الان طولش صفره طبیعی هم هست عنصری تو شریف نکردم میرم اول اد مقدار 5 رو میخوام بهش بدم اد رو اجرا کردم حالا صفر رو میزنم میبینید 5 طولش چقدر شد یه عنصر اومده اضافه شده طولش شد یک حالا از از ممبر دو, دو استفاده کنیم مقدار ده رو دارم میریزم توش برم ببینم که طولم چقدر شد طول دو شد میبینی حالا خونه یکم چی شد او میبینی خیلی راحت مقدار ده شد اگر بیام و بگم مثلا دیلیت رو بزنم دیلیت رو بزنم چیکار میکنه کن مقدار اندیس سفرم رو که پنج بود یکم پیش نگاه کردیم اندیس سفرم رو ببین اول بعد دیلیت کنم پنج دیلیتش میکنم حالا صفر رو میزنم میبینی از هم دیلیت رو زدم بعد این دانامیک اره اجرا کردم دوباره صفر شد ولی طولم تغییر نکرد میبینی طولم دوه اما به محض اینکه پاپ ممبر رو بزنم اتفاقی که میفته طولم یه دونه کس میشه و اون عنصری هم که توی ایندکس یک گذاشته بودم میبینی که دیگه نمایش داده نمیشه و در صورت درخواست کردنش به من خطا میده پس اینجوری من میتونم بیام و با آرایه های طول متغیر کار بکنن کلا خب خیلی کاربردیه به علاوه اینکه شما هر تایپی هم مد نظرتون باشه رو میتونید خب از آرایه به این صورت استفاده بکنید یه مدلی هم داریم خب آرایه های دو بعدی که به جای اینکه فقط یه دونه برکت بذارید به این صورت که حالا در حال حاضر باهاش کاری نداریم کلا بیشتر کاربردی که هستش روی ایناست ولی خب فقط اینو گفتم که بدونید که آرایه های هن. میتونید داشته باشین که دو بعدی باشن اصطلاحا بهشون میگیم دو بعدی یعنی مثلا حالا طول و عرض مثلا داشته باشیم میتونیم اینجوری بزنیم آقا طول و عرضش رو فرضاً اینجوری بگیره ولی کاری باهاش ندارم کلا بدونید فقط وجود داره و میتونید مشخص کنید یه جوری شبیه ماتریس تور میشه